بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام، با آموزش پاورپوینت دوی دولت در خدمتتون هستیم. سعی می‌کنم اینجا مقدمه رو خیلی کوتاه، چون این برنامه خیلی مهمه، کوتاه کنم بریم سراغ اصل مطلب. در اینجا هم مانند ورد ابتدا سعی کردم به صورت کلی و اساسی نکات اولیه رو بگم، بعد رفتم سراغ ریزکاری ها. اما خواهش میکنم اونایی که خیلی مسلط نیستن ابتدا ورد رو نگاه کنن، چون بسیاری از این ریزکاری ها رو من توی ورد بیشتر توضیح دادم تا در اینجا. یعنی مد نظر داشتم که طرف ورد رو کار کرده، اینجا دیگه خستش نکنم، ولی کلا همه چیز دوباره گفته شده، ولی به صورت یه مقدار کلی تر. ولی بعضی قسمت ها یه قسمت های خاصی رو، مثلا فرض کنید صدا، من روی صدا برنامه خاصی رو پیاده کردم یا روی انیمیشن، لذا برای این قسمت ها سعی کردیم که سنگ تموم بذاریم. اما در اینجا هم شما یه سری نمونه مثال هایی رو در داخل سیدی تون دارید، حتما برید نگاه کنید برای مقایسه فرق بین پاورپوینت 2007 باز دارید. از هم حضور شما که نمونه مثال هایی از مدارس مختلف گذاشته شده، برید روی اینا کار بکنید تا راحت‌تر و مسلط‌تر باشید. باز تذکر میدم حتما همکارا ورد 2007 و حتما پاورپوینت 2007 و حتما باید یاد بگیرن، چرا که این الان مناسب‌ترین و بهترین برنامه است برای ارائه درس و کنفرانس ها. کسی از شما توقع نداره سی دی چیزی بسازید، ولی درست کردن پاورپوینت برای همکارا و اساتید چیه؟ یکی از واجباتیه که باید یاد بگیرن و حداقل برای نمایشش. لذا این توصیه رو دارم که حتما همکارا رو این وقت بذارن. اما ببینیم چرا یادگیری پاورپوینت 2007 برای همکارا واجبه و حتما باید به این سنگ تموم بذارن. دوستان عزیز، به مطلبی که میگم خیلی دقت کنید، توجه کنید. ما یه همسایه داریم بهش میگن جعفر آقا لوله کش. لوله کشه، میخواد یه نفر بهش زنگ میزنه میخواد بره یه جایی، من ندیدم دست خالی بره بگه خب من توان دارم، فناوری دارم، به قول من مهارت تجربه دارم، بله چیکار دارید. ایشون وقتی میخواد حرکت کنه یه جعبه ابزاری که پر از وسایله با خودش میبره. منظورم چیه؟ یک معلم، یک استاد دانشگاه درسته مثل این آقا جعفر توان داره، تجربه داره، حتما در روش‌های جدید ما نیاز داریم که دیگه با ابزار، ویدیو پروژکتور، پاورپوینت، وسایل کار بریم سر کلاس. دیگه با روش‌های قدیمی نمیشه درس‌ها رو ارائه داد. با توجه به اینترنت، سی دی، برنامه‌های مختلفی که الان به بازار اومده، دیگه تخته و گچ و کلاس خشک و خالی جذابیت نداره. اگر ما ادعامون میشه که من توان دارم، خیلی هنرمندم، اعظم حضور شما که تجربه دارم، خب این آقا جعفرم اعظم حضور شما که میتونه دست خالی بره بگه توان دارم، میتونه کاری رو انجام بده؟ نه، ابزار لازم داره. این علاوه بر این که این عجب ابزاری که میبینی پره، همیشه هم کنارش یه دونه ماشین هم داره، وسایلای اضافی رو از اون چیه برداره. ما هم باید یاد بگیریم عنوان دبیر با مهارت‌های جدید آشنا بشیم، با خودمون ببریم سر کلاس و کلاسمون رو جذابیت از امروز شما باید بهش بدیم. و یه مثالی که همیشه میزنم برای دوستانم که درس روش‌های جدید تو، مثال میخ و پیچه. زمانهای قدیم میخ بود، میخو با چکش میزدن، خب محکم کاری میشد، تموم شد رفت، تا اینکه چیه؟ پیچ به بازار اومد. بعضی ها که هنوز نمیدونستن که بابا این پیچ با چکش در کار نمیشه داشته باشه، اومدن با چکش شروع کردن به جون این پیچه در افتادن. خب چیکار کردن؟ یک، خودشونو خسته میکنن، دو، پیچ خراب میکنن، سه، دیوارو خراب میکنن و نتیجه هم نمیگیرن. حالا کتابهای جدید، سیستم آموزشی جدید با توجه به موقعیت جدید فرق کرده. معلم میره با روش قدیمی پدر خودشو در میاره، پدر دانش آموزو در میاره، افت تحصیلی هم حاصل میشه. دقیقا این به مثابه کاربرد پیچه با چکش. اگر شما میخ دارید چی نیاز دارید؟ با چکش این پیچ فرو نمیره، هم این
دیوار خراب میشه، هم پیچ خراب میشه، هم خودتو خسته میکنی. یه پیچ پوشتی ساده میتونه راحت کار شما رو راه بندازه، نه تو رو خسته میکنه، نه دیوار رو خراب میکنه، نه پیچ رو از بین میبره، کارت هم ساده تر میشه و راحت تر میشه. میبینید به هیچ وجه مشکلی پیش نیاد. الان تو تدریسم همینه، وقتی شما یه پاورپوینت رو آماده کنید، هم جذابیت، صدا، تصویر و میتونی ارائه بدی، کارتو خوب ارائه بدی، سال بعد اونو تغییرش بدی، یه چیزای اضافه و کم کنی، هم کار خودت ساده تر میشه، راحت تر میشه، هم دانش آموز بهتر مطالب رو میگیره، هم که افت تحصیلی کمتر میشه. بس خواهش میکنم، تقاضا دارم، حتما حتما برید سراغ یادگیری برنامه‌های مختلف، از جمله برنامه پاورپوینت 2007 که مخصوص ارائه درس ساخته شده و ما سعی کردیم، گفتم سعی کردیم تو این سی دی های آموزشی به طور کامل که کسی منتی نداشته باشه که فلان چیزش گیر داره، خط به خط، نقطه به نقطه همه قسمتشو کار کنم. یا گفتم در قسمت اول به خاطر اینکه خسته کنندم نباشه، اصولی ساده نکات اصلی رو کار کردم، در سری بعدی ریزه کاری ها رو کار کردم. ولی تذکر میدم، توصیه میکنم که حتما حتما تمام وقت بذارید، ارزش داره، تمام این فیلم ها رو مشاهده کنید، بذارید قشنگ راحت بشید، مسلط باشید، گیر نداشته باشید و انشالله پاورپوینت های خوبی رو بسازید و به دوستان و همکاران دیگه‌تون هم بدید، نظراتون رو هم استفاده کنید، خسیس نباشید. تو اینترنت سایت از اون سی دی 6 تا سی دی که گفتم، وبلاگ بسازید، سایت بسازید، پاورپوینت ها در اختیار دیگران قرار بدید، دیگران هم چیکار کنن؟ پاورپوینتش در اختیار که بتونیم یه تحولی در آموزش ایجاد کنیم. ان شاءالله که این خواسته‌ای که دارم همه اجرا میکنن و فقط بنده آرزوی دعای خیر از شما دارم، چیز دیگه از شما انتظار و توقع ندارم. انشالله که این دوره مورد استفادتون قرار گرفته باشه. التماس دعا. خدا حافظ شما.